گیلاسیا سلام، رسیدیم به قسمت آخر فیلمی که دل و روده هممون رو به هم ریخته، یعنی هزار پای انسانی نسخه سوم. این ویدیو فیلم مورد نظر به طور کامل اسپویل میکنه، از الان گفتم که به هم فوش ندید. فیلم کاملا توی کانال تلگراممون هست که میتونید اونجا تماشا کنید. این خلاصه فیلم حاوی صحنه‌های خشن و حال به هم زنه، در صورت که با اینا مشکل دارید بهتره تماشا نکنید. شروع فیلم با نمایش رئیس یک زندان ایالتی شروع میشه که اسمش رئیس ویلیامه و در حال تماشای فیلم هزار پای انسانی دو هست. بازیگر این نقش هم همون دکتر دیوونه نسخه اوله. ویلیام بعد از تماشای فیلم اونو یه فیلم آشغال صدا میکنه. حسابدارش هم اسمش دوایت که بازیگر نقش اول نسخه دوم این سری بود. ویلیام با عصبانیت با منشی خودش که داره کفشش رو تمیز میکنه برخورد میکنه و از همین اول میفهمیم یه آدم سادیسمی و دیوونه است که فقط به خواسته خودش اهمیت میده. تلفن رئیس زنگ میخوره و بهش اعلام میکنن کد شماره 6 توی بلوک 4 زندان اتفاق افتاده. توی سکانس بعدی ویلیامو در حال قدم زدن توی بلوک 4 میبینیم، اونم در حالی که همه زندانیا دارن بهش توهین میکنن و اونو یک نازی صدا میکنن. یکی از زندانیا ویلیامو تهدید میکنه و میگه یه روز بهت اونقدر تجاوز میکنم که بمیری. رئیس شماره سلول اونو حفظ میکنه و به راهش ادامه میده تا به نگهبان زندان میرسه که مورد ضرب و شتم یکی دیگه از زندانیا قرار گرفته. ویلیام با عصبانیت به سلول زندانی میره و به شکل وحشیانه دست اونو از آرنج میشکونه و با رضایت تموم به راهش ادامه میده. حسابدار رئیس یعنی همون دوایت بهش هشدار میده که این کارها هزینه بیمه و خدمات پزشکی زندان رو داره چندین برابر میکنه، ولی اون بهش توجهی نداره و با عصبانیت اسلحه خودش رو در میاره و الکی شلیک میکنه. ویلیام از اینکه زندانیا بهش بی احترامی میکنن خیلی ناراحته و همزمان با این کارش به زجه زدن از عصبانیت میفته، اونم در حالی که بقیه زندانیا فقط دارن مسخرش میکنن. سکانس بعدی به دفتر ویلیام برمیگردیم، جایی که حسابدارش داره با هیزی تمام منشی که داره گریه میکنن دید میزنه. رئیس هم داره فشار خون خودش رو چک میکنه که از بالا بودنش دوباره به شدت عصبانی میشه. دوایت میره کنارش و میگه اگه ما بتونه فیلم هزار پای انسانی رو توی واقعیت پیاده کنیم تمام مشکلاتمون حل میشه، ولی رئیس با عصبانیت پیشنهادش رو رد میکنه و میگه بهتره که شکنجه های قرون وسطا رو روی زندانیا انجام بدیم. این پیشنهاد توسط حسابدار رد میشه. توی همین بحثا منشی با یک بسته که برای رئیس فرستاده شده وارد اتاق میشه. ویلیام اول سرش داد میزنه تا بیرونش کنه، ولی همین که نگاه شهوتیش به بدن اون میفته پشیمون میشه و بسته رو ازش میگیره. با باز کردن جعبه یه شیشه حاوی مقدار گیاه میبینیم که بعد از توضیح رئیس میفهمیم یک گیاه مخدره و باعث افزایش بیش از حد قدرت بدن و ذهن شخص میشه. بعدش کمی از اون گیاه مصرف میکنه و همون لحظه تلفنش زنگ میخوره. پشت تلفن صدای یکی از زندانیا رو میشنویم که ویلیام رو تهدید به مرگ میکنه و میگه داره میاد سراغش. ویلیام که میترسه و کرک و پرش میریزه با وحشت تلفن رو میبنده و زیر میز قایم میشه و شروع به گریه و زاری میکنه، ولی دوایت با نگهبانی تماس میگیره و متوجه میشه این فقط یه شوخی بوده که یکی از زندانیا برای هرس دادن رئیس انجام دادتش. منشی وارد اتاق میشه و رئیس که هنوز داره از ترس میلرزه رو صدا میکنه تا بهش بگه وقت ملاقاتش با دکتر جونز رسیده. وقت ویزیت دکتر میگه حال رئیس خوب نیست و تحت فشار زیاده که ویلیام با عصبانیت اونو تهدید میکنه تا گزارش سلامتش رو همونجوری که خودش دوست داره براش بنویسه. سکانس بعدی همون زندانی که با رئیس ویلیام شوخی کرده بود رو بسته شده به یه تخت میبینیم. ویلیام میرسه به سلول و اول سر نگهبانی که بشکه آب آوردن فریاد میکشه و میگه باید برید و بشکه آب جوش بیارید. همون لحظه منشی که حالا میدونیم اسمش دیزی سر میرسه و میگه 20 دقیقه دیگه شهردار برای ملاقات رئیس میاد اینجا. ویلیام هم بهش میگه باید هر وقت بهت گفتم آماده باشی تا خورتو بمالی به اونو، بعدش بتونیم ازش به علت تجاوز دستمالی تو مکان عمومی شکایت کنیم. نگهبانا با آب جوش سر میرسن. شاهد یه صحنه وحشتناک هست که ویلیام با خونسردی تمام آب جوش رو روی حوله و صورت زندانی میرسه، به طوری که آخرش حوله رو برمیده رو میبینیم پوست صورت زندانی به کلی کنده شده. وقتی شهردار به اتاق ویلیام میرسه اصلا از شرایط راضی نیست و سیگاری که ویلیام براش هدیه گرفته رو هم رد میکنه. امسال سال انتخابات دوباره شهردار هست و اون به شدت از شرایطی که ویلیام براش ساخته ناراضیه و معتقده که داره به انتخاب شدن دوباره صدمه میزنه. اون ویلیام و حسابدارش دوایت رو تهدید میکنه که اگه تغییر بزرگی توی زندان ایجاد نکنن دفعه بعدی که برگرده جفتشون رو اخراج میکنه. توی سکانس بعد همه زندانیا به حیات فراخونده میشن تا توی گرمای طاقت فرسای اونجا به سخنرانی رئیس گوش کنن. وسط سخنرانی زندانیا شروع به شعار دادن میکنن. رئیس هم بهشون میگه مجازات سختی در انتظار همشونه. بعد از گند خوردن به سخنرانیش دستور میده زندانی شماره 297 که همون ابتدای فیلم تهدید به تجاوز کرده بود و به داخل بیارن. ویلیام روانه یه چاقو رو حرارت زیاد میده تا حسابی تیز و سفتش کنه. میره پشت زندانی و توی یه صحنه خیلی حال به هم زن بیضه های اونو از وسط نصف میکنه و از خشونت این صحنه خودش به ارضای روحی میرسه. این پایان مجازات نیست، چون به حسابدارش دستور میده بیضه های کنده شده این مرد رو برای نهار سرخ بکنه.
بعدتر رابطه دهانی رئیس با منشیش رو میبینیم که شامل خشونت زیادیه. بعد از پایانش دیزی برای اینکه طعم دهنش عوض شه بدون اطلاع از هیچی مقداری از گیاه مخدر روی میز رو میخوره که بعدتر همش باعث گریه و توهم اون میشه. بالاخره نهار شخمی ویلیام هم آماده میشه و حین خوردنش به هیچ زنگ میزنن که زندانی 297 به هوش اومده. اون به بیمارستان زندان میره. زندانی که قبلتر صورتش با آب جوش سوخته شده از دیدن ویلیام وحشت میکنه. به زندانی میرسه که اول فیلم دستش شکونده بود و همونجا انگوشه دستش هم دوباره از اول میشکونه. توی صحبت کوتاهی میفهمیم دکتر زندان هیچ مدرکی نداره و آموزشی نداره، فقط به خاطر لطف رئیسه که اونجا مشغول به کاره. واسه همین هم است که هیچ اعتراضی به وحشی بازیای اون نداره. بالاخره ویلیام به زندانی 297 میرسه، ولی برخلاف انتظارش زندانی با عصبانیت و کینه دوباره اونو تهدید زیاد میکنه. ویلیام عصبی میشه و میگه میدونستم خواجه کردنم حتی اثری نمیکنه و با عصبانیت زندانی رو خفه میکنه. همین که نفس زندانی قطع میشه دکتر سریع بهش شوک میده و موفق میشه جونش رو احیا کنه، اما رئیس دوباره شروع به خفه کردنش میکنه و این بار قبل از مردنش دست میکشه و راهش رو میره. این لحظه دوایت میاد پیش دکتر جونز و راجع به تئوری فیلم هزار پای انسانی باهاش صحبت میکنه. به اتاق رئیس برمیگردیم، جایی که اون حسابی مست کرده و از اینکه حتی بریدن بیزه زندانی برای به دست آوردن احترامشون کافی نبوده خیلی ناراحته. دوایت با ذوق تموم دوباره برای رئیس توضیح میده اگه هزار پای انسانی درست کنیم کاری بدون هیچ هزینه انجام بدیم، در حالی که نتیجه‌اش فوق العاده است. اون حتی سازنده اصلی فیلم هزار پای انسانی رو دعوت کرده تا با رئیس دیدار کنن. رئیس از این کار اون عصبی میشه و میگه برای این کارا اصلا وقت ندارم و دست آخر دوایت رو اخراج میکنه. رئیس که حالا کاملا رد داده و دیوونه شده شروع به فحش دادن به دوایت و منشی میکنه. میره توی برج نگهبانی و پشت میکروفون به همه زندانیا فحش میده و بعد میره به کافتریای زندان و مشروبشو میخوره. در همین حین یه دفعه همه زندانیا دور برای ظاهر میشن. ویلیام که داره از ترس سکته میکنه به التماس میفته و میگه من حال جسمی خیلی بدی دارم و بهم رحم کنید، ولی هیچ کسی بهش گوش نمیکنه. یه دفعه زندانی 297 کنارش میاد و با چاقو کلیه اونو سوراخ میکنه. توی سکانس عجیب و غریب همون زندانی به سوراخ کلیه رئیس تجاوز میکنه که یه دفعه میفهمیم همه اینا فقط که توهم حاصل از مواد مخدر بودن. تلفن زنگ میخوره و میفهمیم کارگردان فیلم هزار پای انسانی به زندان اومده. دوایت هم به دفتر برمیگرده و همراه با دکتر جونز و تام سیکس که همون کارگردان معروف هزار پای انسانی به صحبت کردن میشینن. کارگردان میگه عملیات این فیلم 100% از نظر پزشکی امکان پذیره. رئیس ویلیام بالاخره قانع میشه و با ذوق از شکوه و عظمت این عمل جراحی و نتیجه خوبش صحبت میکنه. بعدش کارگردان فیلم رو مسئول این کار قرار میده و میگه همین الان عملیات رو شروع کنید. علاوه بر این رئیس قصد داره قبل از اینکه عملیات شروع بشه فیلم هزار پای انسانی رو برای همه زندانیا نمایش بده. با اینکه دوایت مخالف این کاره اون به خواسته خودش عمل میکنه و پس از پایان فیلم به زندانیا اعلام میکنه این عملیات قرار روی همشون اتفاق بیفته. این حرف همانا و به هم خوردن نظم زندان و رد دادنشون هم همانا. شروعش اتفاق میفته و دوایت و رئیس با سرعت به دفتر فرار میکنن. اونا حس میکنن دیگه هیچ راهی برای زنده موندن نیست. چند تا از زندانیا میرسن بالا و قصد کشتن این دوتا رو دارن. رئیس از پنجره میپره بیرون تا فرار کنه و دوایت با نیروهای ویژه سریع هم تماس میگیره. زندانیا سعی دارن داخل شن، اما از شانسشون همون لحظه نیروهای ویژه سر میرسن تا این شروعش رو خفه کنن. دوایت با تعدادی از نگهبانا به حیات زندان میره، جایی که رئیس رو با پای آسیب دیده پیدا میکنه و بهش خبر میده که منشیش دیزی به شدت مجروح شده، اما ویلیامش اهمیتی نمیده و فقط برای خوب شدن پای خودش عمل میکنه. توی سکانس بعدی رئیس ویلیام رو میبینیم که با خوشحالی و رقص تفنگ بیگوشی خودش رو به سمت تک تک زندانی‌ها شلیک میکنه. وقتی همه آماده شدن به بیمارستان زندان میره و با هیجان عملیاتی که قرار روشون انجام بشه رو با جزئیات تعریف میکنه. قبل از شروع عمل دکتر جونز میگه یکی از زندانی دچار اسهال استفراغ شدیده و بهتره توی هزار پا قرارش ندیم، اما ویلیام فکرش کثیف‌تر از این حرف هاست. دستور میده زندانی 297 که قبل‌تر بیزه‌هاشو بریده بود پشت این زندانی مریض قرار بگیره. رئیس به معنای واقعی روانی شد و با خوشحالی و فقط به خاطر دلایل مسخره دو تا زندانی‌ها رو با شلیک گلوله میکشه. به پیشنهاد دوایت هر دو به ملاقات منشی میرن که به شدت زخمی شده و توی کماست. فکر کنم دیگه تا الان فهمیدید ما با چه رئیس دیوونه‌ای طرفیم. اون با دیدن منشی زخمی شهوتش گل میکنه و در حالی که دوایت اونجاست به اون تجاوز میکنه. سکانس بعد صحبت ویلیام و دوایت رو شاهدیم که معتقدن شهردار از این اتفاق به شدت خوشحال میشه و بالاخره تام کارگردان فیلم اصلی به زندان میرسه. این سه نفر شروع به قدم زدن توی سلولا میکنن که به یک زندانی میرسن و داره از الان مدفوع خودشو میخوره تا آماده بشه. تام با دیدن این صحنه تگری اولو میزنه و ویلیام از این کار عصبانی میشه و زندانی رو میکشه. سپس به اتاق جراحی میرسن که چندین دکتر در حال وصل کردن دهن زندانی به باسن همدیگر. بعد از این اتاق به جای دیگه میرسیم که دست و پای چندین زندانی داره قطع میشه و تام دوباره اونجا بالا میاره. این بار اون از عملیات کنار میکشه و میگه من دیگه نیستم.
وقتی شهردار برای بازدید جدید به زندان میاد، دوایت و ویلیام به شدت خوشحالن. شهردار میگه شما اخراجین، ولی رئیس ویلیام توضیح میده که من بالاخره راه حلمون رو پیدا کردم و از شهردار میخواد که همراهش بیاد. وقتی به حیات زندان میرسن، شهردار با دیدن بزرگترین هزارپای انسانی شوکه میشه. دوایت شروع میکنه به توضیح که این عملیات چقدر توی تعداد جیره غذایی مصرفی، لحاف و موارد مورد نیاز برای خواب و بهداشت و هزاران چیز دیگه صرفه‌جویی میشه. این وسط میفهمیم دیزی هم جزوی از این هزارپا شده. کمی جلوتر به همون زندانیایی میرسیم که دست و پاشون هم قطع شده بود. میبینیم اونا زندانیای محکوم به اعدام بودن که شبیه یک کرم به هم وصل شدن. بعد از اینکه شهردار به شدت ترسید و وحشت کرده به بیمارستان زندان برمیگردیم، جایی که یه زندانی روی تخت و داره خدا رو با خوشحالی شکر میکنه. ویلیام توضیح میده که زمان محکومیت این زندانی تازه تموم شده و از هزارپا اونو جدا کردیم و فقط با تعدادی زخم روی صورت و باسنش به خونه میره. شهردار مخالف توقعی که دوایت و ویلیام داشتن، این عملو غیر انسانی میخونه و میگه برای جفتتون حکم اعدام در نظر دارم و با عصبانیت از اونجا خارج میشه. دوایت با ناراحتی نشسته و از دادن این ایده به غلط کردن افتاده. دکتر جونز با خوشحالی سر میرسه و رئیس که هیچی براش مهم نیست با وحشیگری که تمام اونو میکشه. اما همون لحظه شهردار به اتاق برمیگرده و میگه ایده شما بهترین ایده هست که تو دنیا مطرح شده و میتونه مقدار جرم و جنایت رو خیلی کاهش بده. پس از تشکر ازشون از زندان خارج میشه و دوایت و رئیس همدیگر رو بغل میکنن. دوایت میگه این ایده واسه خودش بوده و ویلیام هم برای اینکه کسی باهاش این موفقیت رو سهیم نشه، مغز حسابدارش رو میپاشونه به دیوار. توی سکانس آخر هزارپای انسانی رو میبینیم که داره توی حیات قدم میزنه و رئیس هم پشت میکروفون با داد و فریاد اونا رو تحقیر میکنه و کم کم صفحه محو میشه. بالاخره این سری چندش هم تموم شد. امیدوارم دیگه هیچ وقت هم نبینمشون. آره، یادتون نره تو کانالمون سابسکرایب کنید که خلاصه خیلی از فیلم‌ها رو ببینید. اگه فیلمی هم مد نظرتونه که توی کانال نیست برامون کامنت کنید. روزتون خوش، زندگیتون گیلاسی.